سلام به همه شما دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه های آشپزی با ویدا کوک خیلی خوش اومدین. این ویدیو از سری مجموعه ایده های خوب برای صبحانه های سالم و خوشمزه است و قراره که با همدیگه جو بپزیم، یا همون جو پرک یا پوریج. همراه من باشید تا ببینید این صبحانه خوشمزه چطور آماده میشه. فکر کنم همه تا حدودی با جو و انواع اون آشنایی داشته باشن. امروز من دارم از جو پرک خرد شده و سریع استفاده میکنم که از جو پرک مقداری خرد شده تر و شما زودتر میتونید اون رو بپزید. یک دوم پیمانه جو پرک به همراه یک پیمانه شیر بادام خانگی خوشمزه رو داخل یه ظرف میریزم و طرز تهیه شیر بادام رو هم آموزش دادم قبلن که لینکش به این ویدیو پیوست شده. حالا به این ترکیب یک قاشق چایخوری زردچوبه تازه اضافه میکنم. زردچوبه رو شما توی این فصل یا معمولا در اکثر فصلها میتونید از فروشگاه‌های کره‌ای تهیه بکنید. اون رو پوره کرده و داخل یخچال نگهداری کنید و خراب هم نمیشه. زردچوبه تازه خواص بیشتری داره، سرشار از خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابیه و همچنین برای انواع سرماخوردگی، گلو درد مناسبه. به این مخلوط مقداری جوز هندی و دارچین هم اضافه می‌کنیم تا هم خوش عطرتر بشه و هم خوشمزه تر. حدود 2-3 دقیقه اجازه میدیم که شیر و جو با هم دیگه بپزن. و در پایان که شروع کرد به قلقل کردن، حدوداً یک قاشق چایخوری بهش قارچ اضافه میکنم یا همون نوتریشنال ییست که سرشار از اسیدامینه‌های مفید، ویتامین B، پروتئین و فیبره که برای بدن هم خیلی مفیده. الان دیگه پوریج ما آماده است و داخل ظرف‌های مورد نظرم اونا رو سرو میکنم. برای شیرین کردن شما میتونید از عسل، شیره خرما، شیره افرا و یا هر شیرین کننده دیگه که دوست دارید استفاده کنید. با مقداری میوه اون رو تزیین کرده و نوش جان. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما این صبحانه خوشمزه رو امتحان بکنین و یادتون نره که ویدیو رو لایک کرده و با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو هیجان انگیز دیگه، خدا نگهدار.